بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. یکی از فرازهای رهبری حضرت امام که رهبری بقیده بنده بی نظیر ایشون در مدیریت و اداره جامعه رو نشون میده، بحث جنگه، جنگی که از سوی رژیم عراق بر ضد نظام نوپا جمهوری اسلامی ایران تحمیل شد. چرا اصلا این جنگ شروع شد؟ خب پاسخ به چرای این قضیه ساده است. رژیم استکبار جهانی به هیچ عنوان حضور و وجود یک کشور مستقل و اسلامی و انقلابی به نام ایران رو نمیتونست بپذیره. کشوری که شاکله اصلی این حکومت و این کشور بر مبنای استکبار ستیزیه. لذا ابتدا سعی کردن که جلوی انقلاب ملت ایران رو بگیرن. وقتی این انقلاب رو نتونستن جلوش رو بگیرن، به سمت تحلیل بردن و تضعیف و در نهایت نابودی این نظام نوپا گام برداشتن. جنگ علتش همین بود. تا این نظام نوپا و این شعار صدور انقلاب جهانی نشه. اونها میدونستن اگر نظام نوپا جمهوری اسلامی ایران پابرجا بشه و تثبیت بشه، این قضیه تسری پیدا خواهد کرد به کشورهای دیگه و جریان ظلم ستیزی در قامت مدرن و بسیار اسلامی و شیکی به پیش خواهد رفت و نظام استکبار رو از بین خواهد برد. لذا نظام استکبار به دنبال یک قدرتی میگشت که در مقابل نظام نوپا جمهوری اسلامی بیسته. اینا دیدن از لحاظ چه از لحاظ تجهیزات و چه از لحاظ نوع شخصیت رهبری و رئیس کشور، کشوری بهتر از کشور عراق و حاکمی بهتر از صدام حسین نیست. شوروی آمادگی این کار رو نداشت و این کار رو انجام نمیداد. ترکیه هم به همین صورت. عراق خاطر اینکه صدام یک شخصیت دیوانه‌ای بود به تمام معنا، یک سادیسم روانی داشت و به شدت به دنبال قدرت طلبی و به دنبال سردار قادسیه بودن و از این حرف ها بود. این جنگ رو راه انداختند. البته یک حرکات ایزایی ابتدا قبل از اون داشتن، چندین بار مرز ایران رو مورد تهدید قرار داده بود صدام. این نکته رو من این وسط داخل پرانتز عرض بکنم، صدام از مدت ها قبل، یعنی از زمان شاه، در پی جنگیدن با ایران بود. کما اینکه یک جنگ کوچک چند روزه بین ایران و عراق در همون زمان شاه اتفاق افتاد، یکی دو روزه بود، که در خاطرات آقای اسدالله علم هم آمده که اونها یک حمله ای رو به ایران کردن، ایران هم این حمله رو دفع کرد و نهایت صدام اون جریان قبول قطعنامه 1975 که بحث اروند رود و این چیزها بود رو پذیرفت. بعدها که شاه ساقط شد، صدام این کاغذ رو پاره کرد و گفت اون زمان به خاطر اینکه رژیم شاه قدرت نظامی داشت، من مجبور شدم، الان من قدرت نظامی دارم و ایران قدرتی نداره، نظام نوپاییست، این قرارداد کلم یکونه، و حمله کرد به خاک ایران. نشونه دیوانگی این بود و نشونه این بود که رهبری رهبر بزرگی مانند حضرت امام رو دست کم گرفته بود و قدرت اراده ملت ایران رو دست کم گرفته بود. حمله کرد به خاک ایران و حضرت امام رهبریش رو اینجا نشون داد که به محض شروع حمله عراق و رژیم بعثی صدام، علارغم اینکه خب ارتش تقریبا متلاشی شده بود، تازه داشت دوباره جمع میشد، سپاه هم که وجود نداشت، امام فرمان دفاع رو صادر کردن. ده ها هزار تن از نیروهای مردمی در کنار ارتشیان جان بر کف و عزیزمون از خاک میهن دفاع کردن و نهایت آن شد که بعد از 8 سال، علارغم این که صدام ادعا میکرد چند روزه تهران رو فتح میکنه، بدون اینکه ایران ذره باج بده به رژیم عراق، این جنگ به پایان رسید و در واقع این جنگ به مثابه پیروزی ملت ایران بود، ملتی که با دست خالی در مقابل به ظاهر ارتش عراق اما در واقع دنیای استکبار ایستاد و ایستادگی کرد و سرافرازانه از این جنگ بیرون آمد. این نشونه رهبری و مدیریت حضرت امام است که در فرازهای دیگه ما به این جریانات خواهیم پرداخت. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.